اعتراف محسن هاشمی به بی‌عرضگی جریان اصلاح طلبان و لیبرال ها در ایران، بیشتر منظورش به دولت حسن روحانی بوده. همچنین سوالاتی داریم از جناب آقای رائفی پور و ما در این برنامه سوالات خودمون رو مطرح میکنیم. یه سری شبهات واسه ما پیش اومده. همچنین از فرزند گستاخ ایران عباس جفرسون کینگ فخرآور خواهیم گفت که این بار پریده به پرویز پرستویی. انتخابات در ترکیه هم داره حساس میشه، رقابت بسیار تنگاتنگه. آیا انتخابات به دور دوم کشیده میشه که احتمالش خیلی بالاست، ولی خیلی شباهت داره به انتخابات 88 و فتنه سبز. خب خبرهای دیگه داریم واسه شما، از اقدام توفاله های خلق، عملیات کور و شکست خوردهشون در حمله به یکی از مدارس در استان خوزستان که خوشبختانه با خمپاره اونم، ببین چقدر پدر سوختن، و خوشبختانه تیرشون به سنگ خورده. خب دوستان، یا علی میگیم و میریم تو کارش. سلام ایرانیان، سلام هموطنان ما در باکو، تالش، نخجوان، همزبانان در کشمیر، هندوستان، پاکستان، تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، شیعیان کویت، بحرین، القطیف، جنوب عراق، جنوب لبنان، بچون حوسی، شیخ زگزاگی و یارانش و سرتاسر دنیا، اونایی که صدای ما رو میشنون. قبل اینکه بریم سراغ برنامه اصلیمون، طبق آخرین نظرسنجی ها بیش از 70% آرا شمارده شده و اردوغان که ابتدا خیلی جلو بود الان اختلافش به 0.8% رسیده. 50% و 8% در مقابل 43.37% قلیچدار اغلو. لازم به ذکره که اکرم امام اغلو، امام شهردار استانبول که معاون اول آقای کمال قلیچدار اغلوه، میگه ما 100% پیروزیم. البته آرا سینان اوغان خیلی مهمه چون 5% رأی داره و میتونه با توجه به نزدیکی دو آرا کاندیدای اصلی انتخابات رو به دور دوم بکشونه. در صورت ببخشید اینو میگم، حکایت اردوغان و قلیچدار اغلو، از این مثالی که میخوام بگم صمیمانه عذر میخوام، ولی نمیدونم یه تمثیل بهتری، اون مثالی از قوم کاشون، حکایت اونا و اینا، هر کدوم واسه ما یه سری منفعت دارن، یه سری شر دارن و بد و بدتره. حالا بعد وقتی میدونی کدوم بده کدوم بدتر از دیگه. حالا خیلی خیلی پیچیده است در ترکیه. اون غربگرا اینم هم اخوانی هم پانترک و افکار نو اسمانی و سر جریان دالان تورانی ناتو و باکو اینا ما باش مشکل داریم، ولی کلن حال الهام گراز دماغ امشب دیدن داره چون قماربازیه، ولی تمام تخم مرغاشو در سبد اردوغان گذاشته و اگر اردوغان شکست بخوره خیافه و خرنگ پا دیدن داره. دوستان عزیز، خب حالا بریم سراغ برنامه‌مون. آقا محسن هاشمی بعضی وقتا حرفا جالبی میزنه، یه رگایی از معرفت تو وجودش هست. یه بارم با صراحت گفت در این 43-44 سال بعد از انقلاب 32 سال حکومت در دست ما بوده، یعنی تفکر نزدیک به ما، لیبرال ها، غربگراه ها، و ما بودیم گند زدیم تو مملکت. حالا صحبت های خوبی کرده مستر محسن هاشمی. البته خود اینا دوستان اصلا با رانت پدر باباشون به دنیا اومدن. در 24 سالگی متروی تهران پروژه، اون ابر پروژه رو بهش میده باباش و خاتمی، و با رانت بابا چقدر ارتزاق کردن. ولی جالبه، جالب از این که بالاخره این انتقاد رو میکنه، این معرفت رو داره. آقای محسن هاشمی میگه که میگه تو دولت روحانی هر وقت ما به استفاده دولت از تجربه نیروهای نظامی در دیپلماسی و پیشرفت صنایع کشور هم میزدیم مسخرمون میکردن. دوگانه میدان، دیدی جواد ذلیل میگفت میدان دیپلماسی، مثل اینکه جدا از همان. آخه چقل دیپلماسی یعنی
زبان نرم ولی متکی بر اون قدرت میدانه. به قول فرانکلین روزولت، دموکراسی ببخشید دیپلماسی یعنی که من تفنگی دارم ولی قایمش کردم زیر لباسم و دارم مبتنی بر اون با شما چانه زنی میکنم، صحبت میکنم. ولی اینا خب خیال کرده مثلا کری کشته مرده، اون خنده های شطوریش بود و هیکل خناس دو پیلیش. میگه چرا از نظامی ها و امنیتی ها برای خودکفایی استفاده نکردید؟ خطاب به دولت حسن گمال میگه. حسن روحانی خب راه میرفت همش لگد میزد به نظامیان، صحبتاش یادتون میاد؟ اونایی که تفنگ دارن، رسانه دارن، فلان دارن. احمدی نژاد هم میگفت برادران قاچاقچی خودمون. در اصل اگه قرارگاه خاتم الانبیا نبود با این تحریما، کی میخواست پلی، جاده ای، ابر پروژه ها رو به سرانجام برسونه؟ تو شرکت وزارت نفت، در راه شهرسازی و جاهای دیگه، که به قول جک استراف وزیر خارجه انگلستان گفت وقتی من اومدم تهران خیال کردم با شهر کثیفی مثل بمبئی و کلکته و قاهره و اینا مواجهم، اومدم اینقدر این شهر تمیز و پر از پل و زیرگذر و تونل و این چیزا بود، متروهای شیک، که من خیال کردم تو خیابانهای مادرید دارم قدم میزنم. خب اینا کی بوده؟ پروژه همه دست بچون سپاه بوده دیگه، قرارگاه خاتم الانبیا بوده، اون ابر پروژه پتروپالایشگاه ستاره خلیج فارس و خیلی چیزهای دیگه. خب این حرف حسابه. اما واسه لیبرال ها، غربگدا ها، واسه این که خوشرخصی کنن واسه ارباب آمریکاییشون، در راستای تضعیف نیروهای امنیتی قدم بر می داشتن. بهتون گفتیم که قسمت اعظم اقتصاد کشورهای حتی غربی در دست شرکت نظامی هاست، کمپانی های نزدیک به نظام. چرا؟ چون یه سری امکانات دارن، لودر دارن، بولدوزر دارن، وسایل خیلی زیادی دارن و در این واسه سازندگی کشور، واسه توسعه و طرح زیربنایی ازشون استفاده میکنن. بسیاری از اپر پروژه در آمریکا توسط پنتاگون دوستان به سرانجام میرسونن. در همین ترکیه بخش مهمی از اقتصاد ترکیه در دست نظامی هست. در پاکستان بالای 60-70 درصد اقتصاد دست نظامی هست. همینطور در هندوستان، در انگلیس، در فرانسه حتی. ولی در کشور ما این زیر 20 درصد هم نمیشه. در صورت کلی امکانات هست که میشه تو همین خودروسازی، مافیای خودروسازی ازش استفاده کرد و جاهای بسیار که امیدوارم دولت ابراهیم رئیسی استفاده بکنه جدا از رأی. آخرین آرا میگه نزدیک 78 درصد آرا ترکیه شمرده شده، اردوغان 50 و 74. این بازم آرا داره میاد پایین، آمار قلیچدار اغلو داره میره بالاتر، 43 و 44. شهردار استانبول که میگه ما پیروزیم. ترکیه آبستن حوادثه دوستان عزیز. نه اردوغانی که 20 سال بر این کرسی نشسته، برای امپراتوری واسه خودش درست کرده و کاخ ریاست جمهوری آنچنانی حاضر کوتاه بیاد به پذیر براحتی شکست، و نه مخالفان غربگراشون، جامعه هم به شدت دو قطبیه. خدا به خیر کنه. خب اما صحبتی دارم با در مورد آقای رائفی پور. قبل اینکه یه سری سوالاتمو از آقای رائفی پور بگم، این فیلمو امروز منتشر شده از دیدار آقای رائفی پور با احمد ایراندوست یا مغول برره، همون که به رائفی پور گفته بود صیغه زاده، نمیدونم تخم یاسر عرفات. این اتهام اولین بار رو چقل فلاحتی در صدای آمریکا زد، کثافت، دو دهه 80 داغ داشتن ازش. ولی خب من نفس این دیدار رو نمیفهمم، امثال ایران دوستا که اینا واقعا ایران دوستم نیستن، از هر چیزی استفاده کردن واسه زخم زبان زدن، نیش زدن، هیزم گذاشتن در همین فتنه اورد بنداز، از هر دشمنی استفاده میکنن و حالا هم کوتاه نمیان و خودشون هم منتقد میگن. آخه منتقد نیست، این دشمنیه. شما دقیقا در پازل دشمنان ایران کار میکنید، بخشی از جنگ نرم و سخت دشمنان ایران زمین بر علیه ما هستید. بسیاری از جوانانی که فریب میخوردن، جوگیر میشدن، تحت تاثیر صحبت های اینا بوده. بسیاری از دخترانی که کشف حجاب میکنن
به خاطر تحت تاثیر اینا بوده. خب اینجا با هم دیدار میکنم بشنویم. بله خدمت برادر عزیزم استاد رائفی. من کاری به صحبتهای این غول براره ندارم، صحبتهای آقای رائفی پور واسم مهمه. پور هستیم. یه سری حرفایی رو من زده بودم که واقعا همون یاسر عرفات کردم در رابطه با استاد و سخنرانیاشون رو گوش دادم و میتونم بگم بله اشتباه کردم در رابطه با استاد رائفی پور عزیزم و نظرات و عقایدشون کوبنده است. مثل خود من ایشونم منتقد هستن و واقعا من اینجا منتقد چی؟ منتقد اقتصادی ما هستیم، منتقد فقر و فساد و تبعیض تو کشور ما هستیم، خودروسازی، انتخاب‌های ناشایست، فشل بودن بسیاری از مسئولین در دولت، قوه قضاییه، مجلس ما هستیم. خب دیگه محضر برادر مثلا حجاب، شما منتقد حجاب هم هستید، ما نیستیم. منتقد مثلا برنامه هسته‌ای، برنامه سیاست‌های منطقه‌ای هست، عقل اینا خب به این چیزا قد نمیده. ما نیستیم. همینا بودن که میگفتن فایزر وارد کنید، آی وای فایزر وارد کنید که بعد تقش افتاد. فایزر چه کار میکنه؟ سلام رائفی پور، معذرت میخوام. عشق من استاد، استاد شما هم برای هواداره یه چیزی بگید. آره یه کلیپی میبینید یا نکته میبینید خیلی زود قضاوت نکنید. خب رسانه است، بازی زیاد داره، بعضی انگیزهای مختلف دارن اونجا تختیم میکنن. اصلشو میرید ببینید، ما معمولا اینجا عزیز تشریف اینجا خیلی از عزیزان تشریف آوردن اینجا خدمت شما. وقت نشستیم هم صحبت کردیم که ما در وطن دوستیمون، در که برای منافع ملیمون، در اعتقاداتمون، خب عموم مردم ایران عاشق کشورشونن، اماماشون دوست دارن. خب یه حد اقلی داریم تو دو تا گروه، یه خیلی تندن از این برای دقیقه تندن از اون اینا نماد مردم نیستن، مردم من هر دو با هم دوست دارن. دقیقاً پوپولیسترین کلمه که من خیلی ازش نفرت دارم اونایی که میگن مردم، مردم، ما صدای مردمیم، مردم ایران اینطورن، مردم ایران اینطور فکر میکنن. من معتقدم شالاتان ترین کلمه همین کلمه مردمه، کلمه گنگ و نامفهوم مردم. کدوم مردم؟ کدوم بخش از مردم؟ همون مردمی که میخوان بگن ما بیناموس و بیغیرتیم، منظورشون من مردم اونان؟ همون مردمی که طرفدارای توفالای خلقن یا رضا پهلوی یا طرفدار جمهوری اسلامی؟ دقیقاً شما منظورتون از مردم یا اونایی که با تجزیه طلبان کدوم بخش از مردمه؟ میدونیم که جریان غالب، جریانی که امروز طرفدار جمهوری اسلامی، منسجمترین، پایه‌کارترین و دارای یک ایدئولوژی قدرتمنده که واسه ایران خون میده، جون میده و میره در سوریه، میره در آفریقا و کارهای بسیار بزرگی انجام میده. کدوم بخش از مردم ایران واسه شما ملاک شماست؟ همه شون؟ و فقط آدمای پوپولیست عوامفریب سالوس و ریاکار میگن همه شون. کسی که خد داره دشمن داره. امام علی خد داشت دشمن داشت، اصولش هم کوتاه نمیاد، بهاش هم داد، در مقابل امثال معاویه هم کوتاه نمیاد، امام حسین هم دیدیم. کدوم مردم؟ موردی دیگه طرفدار کشورشونن، منافع ملی میگه و چی بود؟ ایمان دارن. آیا این ستا کفایت داره؟ رضا پهلوی هم طرفدار کشورشه، منافع ملی، ایمان داره. مریم قلپو هم همینطور، دل پولی نژاد هم همینطور. ایمان؟ از کدوم ایمان حرف میزنی؟ از شیعه خمینی حرف میزنی یا شیعه انگلیسی حرف میزنی؟ شیعه اخته بیخاصیت امثال شیرازی حرف میزنی؟ اینکه اونا تندن، اینوریا تندن، اونوریا تندن، یه زمانی خود شما هم جز اون تندای اینوریا بودید. چی شده الان دارید میرید سمت وسط؟ آقای رائفی پور چه اتفاقی افتاده؟ بگید ما هم بدونیم. سوال داریم از شما. تو این جریان جنبش اورد بنداز کدوم موضع سریو کردید؟ آخرین صحبت‌های شما در مورد بحث حجاب
و بیبندباری و بیهجابی و سلیتگریه که خیلی دارن در میارن که بیشتر هم خط گرفتن از خارجی، کجا فغان دادید؟ میشه آدرس او جایی که فغان دادید در این مورد رو به ما نشون بدید؟ جز اینکه یک حرفای دو پهلو به نل زدن، به میخ زدن که دردی از جامعه رو کاسته نمی کنه. آقای رفیع پور، شما یه زمانی گفتید امیدانا وطن پرست تعریف کردید ازش، یه کمپین مشترکی هم با هم گذاشتید، سلبریتی گرین کارت را زمین بگذار. اتفاقا من میخواستم کمپینی بذارم سلبریتی گرین کارت را هوا بنداز، وقتی زمین بندازش دوباره بلندش میکنه میذاریش تو جیبش، ولی هوا بندازش که بره دور دورا گم بشه. خب بعدی که امید دانا تغییر شیفت داد، کدوم صحبت کردید براعت به جوری به جوید از این شخص؟ حالا ممکنه به یکی بگه آقا رضا اینا خب چیز سنمی با هم نداره. آقا این جریان سلمان رشدی یک اتفاق مهم بود دوستان عزیز، هنوز هم میگم مهم بود. ببینید اولا اینو بگم، به من حق بدید که ذهن نقاد و پرسشگر داشته باشم، به من حق بدید چک سفید به کسی نگم، و همه شما این حق دارید که در مورد من هم این فکر رو بکنید و این حرفو بزنید. چرا اینو میگم؟ در سرزمینی که جبهه چپ انقلابی سوپر انقلابی های دو آتشه مثل مخمل باف و تاجزاده و امینزاده و خاتمی و موسوی یک شبه لیبرال میشن، عشق آمریکا میشن، همونایی که از سفارت آمریکا بالا رفتن یک شبه عاشق آمریکا میشن، در سرزمینی که یکی مثل احمدی نژاد یک زمانی دست مرشد میبوسید و یک زمانی دیگر این دست رو گاز گرفت، و خیلی های دیگه که دیدیم نقابشون از چهره افتاد، این شمسی خانوم اصلا قابل گفتن نیست. حق بدید دوستان عزیز، ما چک سفید به کسی نگیم، و داریم از پرسش هم نتیجه گیری هم نمیخوام، پرسش مطرح میکنم. آقا بحث سلمان رشدی مهم بود، یه بار تو کانال تلگرامی سلام ایرانیان هم گذاشتم، لطفا اینم این کانال فالو کنید، آدرسش هم در زیر ویدیو قرار میدم. در زمانی که سلمان رشدی مجازات شد توسط یک دلاوری به اسم هادی مطر، ما میدونستیم هم امیدانا هم رایفی پور مخالف حسن روحانی بودن و مذاکرات برجامی دیگه عیان نبود، عیان بود دیگه، اصلا هر گونه نفس مذاکره با آمریکا خط قرمز بود. بعد ترور سلمان رشدی، یه دفعه دلپیچه میگیرن، آ اینا میخوان مذاکرات به شکست بکشونن. کدوم مذاکره؟ گند کسافتی که حسن روحانی تو اون ننگنامه به اسم برجام بالا آورده بود، دلپیچه اونو گرفتید، نگران اون شدید، که خدای ایران زمین هم یه احمقی مثل ترامپ اومد خوشبختانه خارج شد ازش. حسن روحانی که قرار بود هم چرخ سانتریفیوژ به چرخ هم چرخ هسته‌ای، نه چرخ سانتریفیوژ چرخید که بتون ریخت در آب سنگین عراق، و بسیاری از این دانشمندان ما یا ترور شدن یا اخراجشون کردن، رفتن سیب زمینی پیاز تو این میدان‌های تربار میفروختن بعضیاشون، چرخ مردم هم خود دیدیم اوضاعش کجا، لااقل در زمان دولت رئیسی چرخ هسته‌ای داره میچرخه، ظاهرا میچرخه، اورانیوم 60 درصد هم داریم غنی میکنیم، چرخ مردم هم خویش ولو. خاک تو سر زیبا کلام. بعد اینا دوستان نگران مذاکرات میشن. ببین یه توییت میزنه رایفی پور، این توییت رایفی پور دوستان عزیز با هم مرورش میگه که این که پس از 40 سال سلمان رشدی به سزای اعمالش رسید یک بحث، اما این که دقیقا در آستانه به ثمر رسیدن مذاکرات برجامی، که این خودش مخالف مذاکرات برجامی و حسن روحانی
این چیزا بود. یه دفعه نگران مذاکرات برجامی میشه و پس از آنکه خبرهایی از ترور جان بولتون پومپئو و نیز هشدار آنتونی بلینکن مبنی بر ترور مسئولین پیشین آمریکا این اتفاق رخ داده، محل تأمل است. همه چیز شبیه میکونوس است. میکونوس همون رستوران میکونوس در آلمان که شرفگندی رو به همراه چند نفر اونجا ترور کردن. من برنامه قبلی هم گفتم اینا ترورای درونگروهی و برونگروهی بود. دیوار جمهوری اسلامی هم کوتاه بود، به راحتی مینداختن گردن جمهوری اسلامی. خب این توییت رایفی پور خیلی شبیه توییت امید دانا، این نزدیکیشون واسه من جالبه. امیدانا میگه ترور سلمان رشدی آن هم در نیویورک پس از اخبار اخیر در مورد تلاش برای ترور بولتون و پومپئو بیشک برنامه ایست برای فشار حداکثری، فشار حداکثری و صادر کردن قطعنامه حقوق بشری به منظور انزوای ایران در عرصه بین الملل است. دست آمریکا در این سناریو کاملا مشهود است و ترور سلمان رشدی عملی محکوم است. این ترور شمسی خانومه، خیلی به هم نزدیکن. که من البته جواب دادم، دقیقاً جوابم خطاب به این دو شخص بود. این چرندیاتی که برخی پس از مجازات سلمان رشدی میگویند را از قبیل مذاکرات برجامی و مشکوک بودن و پروژه میکونوس و غیره را جدی نگیرید. اینا تا دیروز مخالف اصل مذاکره بودند. جهان امروز و پس از جنگ اوکراین به شدت به سمت واگرایی میرود. باد غرب زده شده است، بی خودی داستان نبافید. هشتگ هادی متر. میشناسم کسایی که میگفتن بعد این توییت حداقل رایفی پور به شدت پشیمان بود، پشیمان شد از زدن اون توییت. اینا رو دارم یادآوری میکنم دوستان عزیز، ما نه دشمنی داریم خدای نکرد، من قلبنم دنبالش میکنه ده تا چند ماه، 7-8 ماه، شاید کمتر از یک سال، و دوست دارم رویش هامون بیشتر از ریزش هامون باشه. ولی حق دارم این سوال رو بپرسم، این سوال ها رو بپرسم. دیدار با احمد ایران دوست و مواضعه وسط گرفتن استاد تحت تاثیر چه مسائلی بوده؟ چرا دیگه مثل گذشته نسبت به مسائل روز مواضعه صریح شفاف کوبنده نمیگیره؟ جماعتی در ایران روش کردن در این سالها به اسم صورتی ها، وسط باز ها، نسیخ نکباب به سوز ها. این طیف هم هر روز داره گسترده تر میشه دوستان. من الان نمیخوام بگم ایشون از این طیف، ولی نگرانیم دوستان عزیز. ما هر کسی مواضع صریح شفاف قاطع، کسی که خودشو پیرو مکتب امام علی و امام حسین بدونه منافق نمیشه، وسطکار نمیشه، وسطباز نمیشه، صورتی نمیشه، نمیشه هم شمر یا به قول معروف راضی کرد، هم امام حسین، هم معاویه رو راضی کرد، هم امام علی رو، نمیشه. واسه اینکه حالتون رو خوب کنم، ببینید در صدای آمریکا، اینو تازه گذاشتم، در صدای آمریکا در مورد مرشد ما چی میگن، لذت ببرید. چرا من میگم آقای مرشد ما با پرنسیب ترین و با اصول ترین شخص کل ایرانه، کسی که هیچ تغییری نکرد، اصول سیاسیش، بین المللیش، داخلیش، اقتصادیش، خارجی، همش ثابت و پایدار بوده و گذر زمان هم درستی نظراتش رو تایید کرده، اصول داشته، چارچوب داشته، وسط باز نبوده، به قول خودشون انقلابی بودن به معنای واقعی. اینو بشنویم. میگه خامنه ای ماه بوده. اینو در رسانه دشمن داره میگه. بذارین من اینو درست بکنم. چشون آدمی هایی اون تو که کرا داشتم ماه یادم رفت. خیلی هم خوشم اومد که چرا میگی ما واقعا بوده، چیزی بوده که من 40 سال پیش دیدم، نمیتونم بذارم آمادهش نکردم، شدم
دیدم یا آقای خیلی خندان نشسته اونجا بلند شد اومد استقبال من گفتش که من سید علی خامنه‌ای هستم آمادهش میکنم دو پتو بود و گفت بشین اینجا حالا با هم نشستیم از هم موقع دوستی ما از ابتدا چه جور آدمی آقای خامنه‌ای اون تو که کتاب نوشتم ما این کامبیز حسینیه مجری اون زمان صدای آمریکا داره از این شخص میپرس حالا خیلی هم خوشم خواهد داد که چرا میگیم ما واقعا بوده چیزی بوده که من چه سال پیش دیدم نمیدونم از ابتدا چه جور آدمیه آقای خامنه‌ای اون تو که کتاب نوشتم ما حالا خیلی هم خوشم خواهد داد که چرا میگیم ما واقعا بوده چیزی بوده که من چه سال پیش دیدم نمیتونم دروغ بگم اون شب که کتاب شهر دادم وارد سلول شدم دیدم یا آقای خیلی خندان نشسته اونجا بلند شد اومد استقبال من گفتش که من سید علی خامنه‌ای هستم و میخندید دو پتو بود و گفت بشین اینجا حالا با هم نشستیم از همون موقع دوستی ما شروع شد گفتی که در زمینه ادبی با آقای خامنه‌ای رفیق شدید چه رفاقت شما داشت با آقای خامنه‌ای ولی خب سر اخوان سر شبیه کرد یعنی سر شریک کلاسیک او اینا دوست داشت. شهر امیر فیروزکوهی عاشق اینا بود و مرتب بحث می‌کرد. بسیار باسواد، بسیار داغ با هم می‌کرد. بلد بود. بله. آقای خامنه‌ای ادبیات کلاسیک ایرانو اشراف داشت. میرفت وضو می‌گرفت، میومد کنار پنجره سلول رو می‌ایستاد، می‌گفت استاد بلند نماز می‌خونم و زار زار گریه می‌کرد. و من واقعا با اینکه هیچ فرد مذهبی نبودم، یادم میاد که اون لحظات احساس می‌کردم که واقعا یک فردی داره با تمام وجودش با خدا نیاز. ماشاءالله. واسه همین ما شیفته این مرد بزرگ هستیم. واسه همینه وقت تا این مرد بزرگ هستش ما واسه ایرانمون غم و غصه نداریم. مشکلات هست، سختی کار هست، دشمنی ها، خیانت ها هست، ولی کشتیبان اینه. روی اصول و پرنسیب و چارچوبش مونده. یعنی شما آقای خامنه اینو مرشد ما رو قبل انقلاب بشناسیش، اون چارچوب تفکرشو میگم ها، حالا هم 40 سال ازش بیخبر باشی بری ببینیش میبینی همون شخص با همون اصول فکری. خاتمی نبود اینا سوپر انقلابی، بعد یک شب دشمن آمریکا سفارت میبریدن مثل میمون از بالای سفارت میرفتن، بعد یک شب لیبرال شدن عشق آمریکا. یا حسن روحانی آقای رایفه بور، دیدار شما با یه سلبریتی دوپیلی مثل ایران دوست و یا بقیه این بدبختی این سلبریتی گری سلبریتی شدن، اینکه آی مخاطب ناراحت نشه، این حرف بزنم این گروه مخاطب ازم ناراحت بشه، این حرف بزنم اون گروه، پس هیچ حرف نزنم یا دو دره بازی کنم، این بزرگترین مصیبت که متاسفانه اپیدمی شده در حتی مسئولین و سیاسیون کشور ما. خیلی خود باخته شدن در مقابل این فضای مجازی، خودشون باختن. ما از خود باختگی میبینیم واقعا. در صورت دوستان من صحبت ها و سوالات رو داشتم بدون اینکه هر کینه جویی یا دشمنی، من قلبا هم ایشون دوست دارم و امیدوارم، عرض کردم، ما هرچه بیشتر رویش داشته باشیم منسجمتر متشکلتر، اما ذهن نقاد و پرسشگر داشته باشیم. ما عرض کردم چک سفید به کسی نمیدیم، این جاده ممکنه هر آن ماشین خارج بشه بعد برش گردونیم، باید برگرد سر مسیر اصلی. و بله قربانگو یا مجیزگو یا بهبه چهچه کسی هم نیستیم دوستان، هر آن چیزی که فکر کنم درسته هم حرفامو میزنم. خب دوستان بریم سراغ برنامه بعدی. دردی زناوت شمس دیو کلیکی. خب قبل این که بریم سراغ برنامه بعدی بشنویم دوستان این صدا رو، این صدای اقتدار و قدرت ایرانی رو، ای جونم، ای قربون این صدات، حامیا اما خودتون بیری سفت، ای خاک دسترت زیبا کلام خرد کپو تاج زده نادرست های 70 عالم. بله دوستان عزیز، این از این. آقا توفاله های خلق بیشرف ها خواستن با خمپاره های دستساز به یکی از مدارس در استان خوزستان حمله کنن که خوشبختانه به خاطر اینکه دستساز بودن و
غیر دقیق به هدف اصابت نکردنه. و خبرشو بخونم واسهتون دوستان. میگه که بنابر پیگیری‌های خبرنگار تسنیم از یک منبع موثق، طی روزهای اخیر در راستای تلاش برای تداوم بحران در مدارس کشور از سوی جریان برانداز، عناصر گروهک تروریستی منافقین اقدام به پرتاب خمپاره‌های دستساز خود به سوی یک مدرسه در اهواز کردند که به دلیل اینکه این خمپاره‌ها از دقت لازم برخوردار نیستند به مدرسه اصابت نکرده است و به یک منزل مسکونی در مجاورت مدرسه فوق، حالا اسم مدرسه شهر رو هم نزده چون بس امنیتی بوده، اما به مجاورت مدرسه اشاره شده. بررسی این موضوع حاکی از آن است که گروه تروریستی منافقین به دنبال این موضوع است تا در روزهای پایانی سال تحصیلی و فعالیت مدارس بتواند با زنده نگه داشتن موضوع ناامنی مدارس اهداف شوم و پلید خود را دنبال کند. اینقدر بیشرف حرامزاده که عرض کردم چه از جان فرزندان ایران زمین ارتزاق میکنن، چه حاضرن فرزندان ایران زمین به خاک خون بکشونن، مثل خیلی ها دیم کیا پیرفلک ها و کسانی دیگه، تا بتونن بهره برداری سیاسی خودشون بکن. اینا پایبند به هیچ اصول اخلاقی نیست، اصلا خون ایرانیان واسه شون مهم نیست، خون، جون، زندگی، همه اینا وسیله است واسه رسیدن به اهداف شومشون. و خوشبختانه ملت ایران اونا رو شناختن. دوستان عزیز، خب در مورد آخرین اخبار بگم. در مورد انتخابات ترکیه، 80% آرا شمرده شده، اختلاف خیلی کمتر شده، مرتب اردوغان در حال پایین اومدنه. من احتمال زیاد دیدم انتخابات کشیده میشه دور دوم. اردوغان در این نتایج سرشماری تا 80% آرا 50 و 68، کلیچدارأوغلو 43 و 52. برای من فعلا تو این شرایط بهترین نتیجه حتی واسه ترکیه رفتن به دور دومه، حداقلش به خاطر بحران، جلوگیری از هر گونه بحران و چالش و دوخطبی شدن جامعه و اینا. خب قربون تو برم دوستان عزیز، ایران ما به پیش میره، شتابان هم داره به پیش میره، به کوری چشم دشمنان چشتنگ، به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن، برن گم شن، دور شن، هلاک شن. ایران مثل بلدوزر هم داره موانع از سر را بر میداره. هولو بزن کنار، زیر دستبال له نشی، شهرتون بیاد گردنمون. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.